درود بر شما. من میرزا آقا عسکری مانی هستم. من هم مثل بسیاری از شما کم و بیش هفته یک کتاب را تمام میکنم. کتاب شعر، داستان، در زمینه تاریخ، در زمینه فلسفه، در زمینه روانشناسی، کتاب خاطرات این و آن و هر چیزی که به هر گونه منتشر می شود برای مردم، من یکی از خواهان و خوانندگان این گونه کتاب ها هستم. هر کتابی رو که می خونم معمولا در حاشیه برگ های اون و در ارتباط با محتوای آنچه که می خوانم یادداشت های برمی دارم. دوست می دارم از این به بعد این یادداشت ها رو، این حاشیه ها رو با شما در میان بذارم، به این معنا که در جایگاه یک خواننده کتاب نظرم رو درباره کتابی که خواندم، درباره نویسندهش، درباره شاعرش با شما در میان بگذارم و شاید این گفتمان ها بتواند باز هم آشتی افزونتری بین شما دوستداران ادبیات، هنر، فلسفه و تاریخ و کتابایی که در این زمینه ها منتشر می شود برقرار بکنه. البته داوری درباره ادبیات کار ساده نیست. آن هم داوری شتاب زده در برنامه‌ای که قرار است هر هفته بیش از 15 دقیقه نباشد. این قرار رو من البته با خودم گذاشتم، نه با کس دیگری. هر شاعر و نویسنده‌ای دارای یک دیدگاهی است به زندگی و من خواننده هنگامی که از زاویه خودم و از منظرگاه خودم اون کتاب رو میخونم یا اثر هنری رو باش رو در رو میشم، ممکن است که نگاه من با نگاه نویسنده متفاوت باشه، سلیقه من با اون یکی نباشه، برداشت و درک من از هنر و ادبیات با او یکسان نباشه و همه اینها در داوری تأثیر می‌گذارد. داوری در ادبیات هرگز مطلق نیست، هر امری نسبی است، از جمله داوری و می‌تواند همراه با کژی و کاستی هم باشد. اما اگر ما درباره آثار یکدیگر حرف نزنیم و درباره کتابایی که می‌خونیم سخن نگوییم، چه کسانی سخن بگویند؟ به هر روی در هر نسلی آدم هایی که زنده هستند و میخونند و میشنوند باید درباره آنچه که خواندند و شنیدند نظر بدهند، نه همه بلکه هر کسی که دوست دارد. و شنوندگان چون این برنامه های یا خوانندگان چون این متن های هم ضروری نیست که همگان باشند، آنهایی که دوست می‌دارند نزدیک‌ترند به این موضوع. به هر روی تلاش می‌کنم از این به بعد هفته 15 دقیقه با شما درباره یک کتاب و نویسنده اون کتاب سخن بگویم و به بهانه آن کتاب و آن نویسنده برخی دیدگاه‌های ادبی، اجتماعی و تاریخی هم رو با شما در میان بگذارم. و شادمان میشوم اگر شما راهنمای من باشید و یاریگر من باشید تا شاید در یک جایی به هم نزدیکتر شویم و بتوانیم در این فضای کوچک و محدود با هم داد و ستد فکری، ادبی و فرهنگی داشته باشیم. نخستین برنامه را با معرفی یک کتاب از یک شاعر تبعیدی آغاز میکنم. بسیاری از شما نام حمیدرضا رحیمی را شنیدید. شاعری است بالای 50 سال. بیش از 30 سال است که در تبعید به سر میبرد. نزدیک به 10-15 سالی در آلمان بود، بعد به آمریکا رفت و هم اکنون در لس آنجلس زندگی میکند.
کار میکند و در اونجا البته به فعالیت ادبیش هم ادامه میده. اما تردید ندارم که بسیاری از شما شاید هرگز نام او را نشنیده باشید. رحیمی شاعری است که نزدیک به 40 سال از فعالیت هنری او میگذرد. در ایران میسرود و مینوشت و در بیرون از مرزهای ایران هم به فعالیت خودش ادامه داد. او البته طنز هم مینویسد، پژوهش هم میکند. شاعری است متعهد، شاعری است که مردمش رو دوست داره، آزادی رو دوست داره، شعر رو دوست داره، واژه رو دوست داره و روح بسیار لطیفی داره مثل بسیاری از کرمانشاهی ها. چون حمیدرضا رحیمی از بچه های کرمانشاه است. من در سال 2008 که در آمریکا بودم ایشون رو برای بار دوم دیدم. یک روز در کنار هم بودیم و مجموعه از کارهای تازه منتشر کرده بود، کتابهای تازه رو منتشر کرده بود که محبت کرد و به من هم ارمغان کرد از این کتابها. یکی از این کتابها مجموعه آثار اوست تا سال 1381، یعنی تا 9 سال پیش، به نام یک تکه از زمان که کتاب حجیمی است و آثار او رو برای چند دهه در بر می‌گیرد. خب رحیمی کارش مراحل گوناگونی داره. در ایران که بوده شعرهاش نشون میدن، در یک وضعیت آرامتری مثل گیاهی که در جایگاه خودش بوده است و با محیط خودش پرورش پیدا کرده و آشناست میسروده، همراه با نگاه انتقادی که به جامعه و به سیاست و سیاستگزاران زمان خودش در پیش از انقلاب داشت. با پیدایش انقلاب مرحله تازه‌ای در شعر او یافت می شود که این بار با شگفتی از نوعی تباهی سخن می گوید که مثل بسیاری از ما هرگز نمی اندیشید که چون این بلایی بر سر میهنش بیاد و شعرهای اعتراض می نویسه، شعرهای سیاسی می نویسه. اما او چون همواره شاعر بوده است و روح لطیفی داشته، هرگز نمیتونه از طبیعت، از زیبایی های طبیعت، از باریکی های جان و روان آدمی دور شد. بنابراین ما میبینیم حتی در شعرهای فوق‌العاده اجتماعی و سیاسی و واقع‌گرای او، ته ذهن شاعر متصل است به طبیعت. او حرفهاش رو با اتکا به طبیعت با ما در میان میذاره. آسمان را دوست داره، باران را، ابر را، فوارها را، چشمها را، زمین را، گیاهان را. و اصلا ابزار او برای بیان خودش و برای بیان جامعهش و تصویر جامعهش طبیعته. خب البته حق هم دارد، برای اینکه انسان بخشی از طبیعت است. طبیعتی که اون بخش از طبیعت که دارای شعور شده. طبیعت بدون ما نه غمگین است نه شاد است، نه ظالم است نه دادگر است، نه دوست می‌دارد و نه دشمنی می‌ورزد. طبیعت بدون ما همانی است که هست. این آدمی است که بخشی از طبیعت است و زیشعور شده است و با شعور خودش، با حواس خودش، با عواطف خودش و با سنجش منافع خودش و موقعیت خودش درباره دیگران و از جمله درباره طبیعت هم سخن میگوید و مثلا ممکن است خاک را، کره زمین را که همچون زهدانی برای دانه‌های گل و گیاه هست، زندان دانه ببیند. این نگاه شاعر است. زمین به خودی خود زندان نیست. زمین بدون انسان همین زمینی است که ما می‌بینیم و می‌شناسیم.
این انسان است که به تشخص هنری میدهد یا تشخص شخصی روانی میدهد و خودش رو از طریق اون بیان میکند. من دوست دارم قبل از اینکه 15 دقیقه به پایان برسه یک قطع شعر از رحیمی رو برای شما بخونم که با شعراش آشنا بشوید و البته اگر بخواهید حتما او را میتوانید در اینترنت پیدا بکنید. او با مجله جوانان در لس آنجلس همکاری ادبی داره، در واقع تا اونجایی که من اطلاع دارم صفحات شعر مجله جوانان رو فعلا ایشان اداره میکنند و آدم زیصلاحی هم هستند. شعری داره به نام پیغام، میگه به دانه ها بیندیش، به دانه ها بیندیش که چگونه در زندان خاک گل میدهند. تو اگر خاک را دوست بداری احتمال رویش باغ چندان دور نیست. به چلچله ها بیندیش، به چلچله ها بیندیش که چگونه سایه های کوچک رهایی را در حافظه گیج باد منتشر می کنند. تو اگر لهجه آبی آسمان را مثل ابرها یاد بگیری پرواز چندان هم مشکل نیست. و شاید کوه چندان هم سنگدل نباشد، قلب کوه شاید چشمی باشد به فراغت آینه های صمیمی که تو را به من و مرا به صلح عادلانه سنگ و آب پیغام میدهد. البته به جاست اگر فرصتی می بود من درباره زبان شاعر سخن میگفتم، درباره تحول درونی فکری و حتی تحولات حسی در کار او با شما سخن میگفتم. تلاش خواهم کرد که در اگر به یک برنامه و در یک برنامه نتوانستم یک شاعر را آنچنان که باید شاید معرفی کنم یا یک نویسنده یا یک کتاب رو، باز هم درباره اون کتاب، اون شاعر، اون پژوهشگر سخن بگویم. اما نمیخوام بیش از 15 دقیقه وقت شما رو بگیرم که خسته شدید. به هر روی محمد رضا رحیمی، حمید رضا رحیمی از شاعران بسیار صمیمی و خوب ایرانی در تبعید هست. شاعری است که هرگز دل از میهن نکند، دل از آزادی نکند، با تجربه بیشتر از جوامع غربی و درک عمیق‌تر از آزادی و دموکراسی عشق او به میهنش افزون‌تر شد، چرا که او هم مثل بسیاری از ما دوست می‌دارد که مدل‌های مدرن زندگی اجتماعی در کشورمان ایران جا بیفته، پذیرفته شود و البته بعد از عوض شدن جمهوری اسلامی، برکنار شدن این حضرات، زمینه‌ای برای رشد و روشنایی و شکوفایی در میهنمون فراهم شود. این آرزوی هر شاعر و نویسنده دلباخته مردم و میهن است که حمید رضا رحیمی هم یکی از اونهاست. برای او آرزوی توفیق بیشتری داریم و امیدوارم شما این برنامه بیشیله پیله من رو که خودم جلوی دوربین نیستم با شما حرف میزنم به همین سادگی از من بپذیرید و امیدوارم در جریان کار کیفیت بیشتری پیدا کنه این برنامه، چه به لحاظ تکنیکی و چه به لحاظ محتوا. حالا شاید هم اگر ضرورتی باشد برنامه از 15 دقیقه به نیم ساعت ارتقایش بدیم و فرصت بیشتری داشته باشیم که درباره کتاب هفته، نویسنده و شاعر هفته با شما سخن بگیم. خب، بدرود تا درودی دیگر.